بنبست جنگ افغانستان و جستجوی راه‌های برای رسیدن به صلح در کشور اجندای روز دوشنبه مجلس نمایندگان است. اتیاب سلوکی اداری پساد، اخلاقی پساد، قانون شکنی، دغه بیامنیتی تلاش ورکړی دی چې په افغانستان کې بیامنیتی ده. امتیاز بخشی به گروه های تروریستی تحت عنوان صلح انجام میگیره و هیچ آجندا و برنامه مشخصی به نام صلح در افغانستان، به نام قطع کشتار در افغانستان وجود نداره. در نشست امروز مجلس، گام های برداشته شده از سوی حکومت و شورای عالی صلح برای کشانیدن طالبان بر میز گفتگوها نیز انتقاد می شود. سول شورا په موجودیت کې سول ناراضی زما پیشنهاد داده چې د سول شورا د لغو شي. کسانی در این شورای عالی صلح وجود دارد که خودشان بخشی از معضل افغانستان است. با باور این نمایندگان، حکومت نتوانسته است که افغانستان را در یک مسیری منظم برای رسیدن به صلح واقعی با گروه های هراس افغان به ویژه با طالبان به حرکت در بیاورد. ما باید خپل امنیتی ځواکونو د قوت لپاره باید کار کړی وای. اما سرانجام نتیجه این بحث در مجلس نمایندگان بران شد که یک گروه پارلمانی برای بررسی طرحهای حکومت و شورای عالی صلح و نیز برای ساخت یک طرح همه‌جانبه کار کنند. پیشنهاداتی که از طرف حکومت به طالبان شده است، پیشنهادات مردم افغانستان نیست، پیشنهادات دولت افغانستان هم نیست، پیشنهادات حکومت است و پیشنهادات شخص رئیس جمهور است. این طرح اجماع داخلی را داره، با تمام اقشار در مورد صحبت شده و یک حمایت جمعی ما از داخل افغانستان داریم و هم در سطح منطقه و فراتر از منطقه. شماری از اعضای مجلس نمایندگان در حال طرح حکومت را به طالبان انتقاد می کنند که رئیس جمهور غنی به روز 28 ماه فوریه در نشست دوم روند کابل اعلام کرد که حکومت آماده است در صورت آمادگی طالبان به گفتگوهای صلح این گروه را همچون یک جریان سیاسی به رسمیت بشناسد.